بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثبال حسین علیه السلام اقدام به چاپ و انتشار کتابی با عنوان شکرن للعراق نموده است. این کتاب گزیده از سخنان و مواعظ و احادیث مطرح شده از آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی پیرامون خدمت به زوار که مردم عراق در ایام محرم و سفر به ویژه در ایام اربعین حسینی انجام می دهند می باشد. قصر الثقافه در نجف اشرف با هماهنگی کتابخانه عمومی الجواد در این شهر اقدام به برپای محفل فرهنگی به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نمود. این محفل فرهنگی با حضور جمعی از فرهنگیان، دانشگاهیان و چهره‌های رسانه‌ای در نجف اشرف برگزار شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به مناسبت سالروز جهانی روز صلح اظهار داشت ناامنی سراسر جهان را فرا گرفته و صلح در همه جای جهان مورد تهدید قرار گرفته است. دبیر کل سازمان ملل متحد در 21 سپتامبر روز جهانی صلح در پلتفرم اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت جهان ما به صلح نیاز دارد. افزایش نگران کننده ایدز در پاکستان نشان می دهد که این کشور از شیوع بیماری در سند در سال 2019 درس نگرفته است. گزارش های رسانه های محلی می گوید که این روند نگران کننده به عوامل متعددی از جمله زیرساخت های بهداشتی ناکافی، فقدان آگاهی و اقدامات پزشکی ناایمن نسبت داده شده است. یک دادگاه در پاکستان یک زن مسیحی را به جرم انتشار محتوای توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی به مرگ محکوم کرد. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از قاضی دادگاه گزارش داده که این زن مسیحی 4 سال پیش یک پست را از طریق واتساپ که توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دانسته شد به اشتراک گذاشته بود و به این دلیل توسط دادگاه در اسلام آباد مجرم شناخته شد. ارتش پاکستان از کشته شدن 6 سرباز و 12 شبه نظامی در ایالت خیبر پختونخوا این کشور خبر داده است. ارتش پاکستان اعلام کرده که در 2 عملیات جداگانه در وزیرستان شمالی و جنوبی در خیبر پختونخوا 6 سرباز و 12 شبه نظامی کشته شدند. مدیر سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو در ژنو گفت که حدود 282 میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی حاد مواجه هستند. دومینیک بارگونی مدیر سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد افزود این تعداد ممکن است با شیوع پدیده آب و هوای النینو افزایش یابد. گزارش کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی برای کسب درآمد از اطلاعات شخصی افراد دست به نظارت و شنود گسترده زدند. این گزارش بر اساس پرسش‌هایی که در سال 2020 درباره 9 شرکت متا، یوتیوب، ایکس، اسنپ، آمازون، مالک توییچ و بایت دنس، مالک تیک تاک ارائه شد، تنظیم شده است. اتحاد بین المللی اطلاعات تروریستی افغانستان را به عنوان مرکز رشد سازمان‌های تروریستی معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، همکاری بسیاری بین جنبش طالبان افغانستان و سازمان‌های تروریستی فعال در مرزهای دو کشور وجود دارد. بر اساس داده‌های سیستم جهانی نظارت و پاسخ به آنفولانزا، موارد ابتلا به سویه جدید ویروس کرونا با نام XEC حداقل در 25 ایالات متحده آمریکا گزارش شده است.
گفتنی است ایالات کالیفرنیا، نیوجرسی و ویرجینیا هر کدام با بیش از 10 مورد بیشترین تعداد موارد ابتلا به این ویروس را دارند. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA واکسن آنفولانزای فلومیست شرکت میدایمون متعلق به استرازنکا را در فرم اسپری بینی تایید کرد. این واکسن نخستین واکسن برای پیشگیری از آنفولانزا است که نیازی به تزریق توسط یک متخصص بهداشتی ندارد. دانشمندان پس از 50 سال موفق به شناسایی گروه خونی جدید شدند. بیشتر گروه‌های خونی اصلی در اوایل قرن 20 کشف شدند. برخی گروه‌های خونی که بعداً شناسایی شدند، مانند سیستم خون ER که در سال 2022 شناسایی شد، نادر هستند و درصد کمی از افراد این نوع گروه خونی را دارند. این موضوع در مورد گروه خونی جدید هم صدق می‌کند.